سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به مصاحبه‌ای با محمد رضا شجریان که تا به حال دیده و شنیده نشده. این مصاحبه که توسط اکبر ناظمی در سال 1362 انجام شده، جز معدود مصاحبه‌های تصویری با محمد رضا شجریان در سالهای اول انقلاب ایرانه. آقای شجریان در این گفتگو از دیدگاهاش درباره مسائل مختلفی صحبت میکنه، از جمله هنر راستین، موسیقی ایرانی و جایگاهش در جهان و ارتباطش با شعر. نسخه کامل این مصاحبه رو روی یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. در سال 1919 مطابق با 1940 میلادی در مشهد به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی متوسطه رو در مشهد گذروندم. از 4-5 سالگی کار خوانندگی رو در خانواده آغاز کردم، چون پدرم استاد این کار بودم و نزدیکشون یه مقداری مایه های ایرانی رو جسته گریخته برای گرفتم. در 10-12 سالگی در مشهد من رو به عنوان طفل خواننده میشناختم. در دوران نوجوانی به دنبال اساتید دیگر این فن میگشتم. متاسفانه در مشهد کسی رو پیدا نمیکردم برای اینکه فرا بگیرم چیزی رو. این بود که سالهای بعد اومدم به تهران. در تهران اول جزء خوانندگان رادیو پذیرفته شدم و در برنامه گلها آغاز به کار کردم. همزمان به چند تن از اساتید به مرور برخوردم که اول ایشون آقای احمد عبادی، دیگر استاد مهتاش، آقای فرامرز پایور، یکی دو تن دیگر از اساتید قدیمی بودن که استاد نورعلی برومند و استاد عبدالله خان دوامی. پیش ایشون کار میکردم و همزمان خودم روی صفحات و نوارهای خوانندگان قدیمی تحقیق میکردم. بعد از چند سالی که در رادیو کار کردم در تلویزیون آغاز به کار کردم. تا به حال در رادیو بیش از 350-60 برنامه ضبط کردم، البته تا قبل از انقلاب. از بعد از انقلاب برنامه‌ای نداشتم در رادیو تلویزیون. حدود بیش از 120 برنامه در تلویزیون ضبط کردم که همه موسیقی سنتی بوده، آواز ایرانی بوده، با ارکسترهای بزرگ، با اساتید این فن و نوازندگان سولیست بیشتر کار می‌کردم. دو سه سال در دانشکده هنرهای زیبا ردیف آوازی رو درس میدادم. موزیسین هایی که سال آخر رشته موزیک رو میگذاروندن ردیف آواز رو پیش من کار کردم. دو سالی قبل از انقلاب تا به حال بیش از 40-45 شاگرد داشتم که خیلی هاشون نتوانستن ادامه بدن و وسط کار رها کردن، ولی حدود 10-12 نفرشون ادامه دادم تا به حال و کار میکنم. چند نفر از خوانندگان حرفه‌ای که در حال حاضر هم فعالیتی دارند قبلا پیش من چند سالی رو کار کردم. پیش از 10-11 صفحه ردیف ضبط کردیم. نوار که نوارای موسیقی که تعدادش خاطرم نیست خیلی زیاد هست و هنوزم که هست، نوارهای من مرتب تکثیر میشه و در اختیار علاقمندان قرار میگیره. از بعد از انقلاب هم سالی یکی دو برنامه از بین برنامه‌هایی که اجرا میکردم انتخاب میکردم و در اختیار علاقمندان میگذاشتم.
خارج از کشور برنامه اجرا کردید یا خیر؟ در کشورهایی که من کنسرت دادم در ده دوازده ایالت امریکا کنسرت دادم، چندین بار در ترکیه کنسرت دادم، یک بار در هندوستان بودم، ژاپن و افغانستان و چند کشور عربی من تا به حال کنسرت های دادم. البته این کنسرت ها همه مال قبل از سال 57 هست. خیلی متشکرم. آقای شجریان بفرمایید، شما که معروف‌ترین خواننده ایران هستید و صفحه‌های شما با استقبال بسیار زیاد مردم ایران رو بروز و کاست‌های شما رو میشه در هر جای ایران و در هر جای تهران به خصوص پیدا کرد و استقبال زیادی از موسیقی شما و صدای شما میشه، بفرمایید تا به حال چه جوایزی رو بردید؟ در حال حاضر که برای این برنامه ها هیچگونه جوایزی رو در نظر نمیگن، اما در سالهای پیش چندین بار که جوایزی رو برای من نامزد کردن که من بدم، من گفتم که نخواهم گرفت، برای که جایزه بهتر از این برای من نیستش که مردم من محبت میکنن و علاقه مردم بالاترین جایزه است که من دارم و من مطلق برای جایزه جا کار نکردم، بلکه برای مردم هم کار. بفرمایید که من قبلا شنیده بودم از شما که فرموده بودین موسیقی ایران پایه موسیقی جهان. این رو میخواستم یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید. اون که بحث خیلی فنی است، یعنی زمان زیادی رو به خودش خواهد گرفت، اما کتابی داریم به نام الموسیقی الکبیر مربوط به ابونصر فارابی که در قرن چهارم هجری ایشون میزیسته است. ایشون در کتابشون میگن که من پردبندی تار و سازهای دیگر رو بر اساس دو تار خراسان گرفتم و همه میدونیم که فارابی خیلی جلوتر از باخ زندگی میکرد و گام معتدل رو فارابی پیشنهاد کرد. بفرمایید که شما فرمودید که استادانی داشتیم مثل آقای عبادی و آقای پایلند. می‌خواستم بپرسم آیا تا به حال در موسیقیتون همون چیزهایی رو اجرا می‌کنید که اون آقایون آموختین، از اون آقایون آموختین، یا اینکه تغییراتی درش دادین و اینکه اساساً سبکی رو شما پایه‌گذاری کردین و تغییر و تحولاتی در موسیقی قدیمی ایرانی دادید یا خیر؟ به طور کلی اون چیزهایی که در کلاس آدم فرا میگیره، یه کار کلاسیکه. ارائه اون کار خیلی خشک و موزاییکیه و شنونده نمیپسند که کار کلاس رو آدم ارائه بده. من همیشه اعتقاد داشتم که کار کلاسیک رو آدم اونقدر تمرین میکنه و کار میکنه که موقعی که میخواد در کنسرت یا در برنامه اجرایی داشته باشه، مطلق به پیش ساخته ای فکر نکنه که از قبل فرض کنید که شعر رو روش کار کرده باشه که با این شیوه این شعر رو بخونه، این ملودی رو بهش انتخاب بکنه. چون در موقعی که در صحنه هست خواننده یا اینکه در استودیو داره با نوازنده برنامه اجرا میکنه، بایستی تو حال و هوای خودش باشه و اون موقع سرریز احساسش باشه که داره کار رو ارائه میده. چون من همیشه بر این اساس کار کردم، این بوده که کارهایی که تا به حال ارائه دادم، شاید بگم 50 تا اگه سگاه خونده باشم، دو تاش مثل هم نیست. اینها همش مربوط به اون زمانی است که من برنامه اجرا میکنم و همون موقع اتفاق میفته و اگر بعد خواسته باشم همون رو تکرار بکنم، مثلا چیز خوبی نمیشه. اینی که من هیچ وقت اون چیزایی که در کلاس از اساتید فرا گرفتم، اونو 100% ارائه نمیدم. اونها الگویی است برای اینکه من بر اساس اون الگوها کار خلاقیت ما ارائه بده. آقای شجریان بفرمایید که در موسیقی شما کلام نقش اساسی رو داره یا آهنگ و موسیقی؟ موسیقی موقعی که همراه با کلام میاد، صرفاً به کمک کلام میاد. یعنی اینجا چند کار انجام میده موسیقی؟ یکی اینکه خواننده رو بسیج میکنه، دو اینکه شنونده رو بسیج میکنه، آماده میکنه برای اینکه خواننده
بتوانه اون کلامی رو که انتخاب کرده ارائه بده. حالا خواننده موفق تری که بتونه موسیقی کلام رو، موسیقی شعر رو کشف کنه، نه اینکه از خودش چیزی بذاره. مثلا من وقتی شعر حافظ رو دارم میخونم یا شعر سعدی مولانا رو میخونم، من بایستی خوب شعر رو هضم کنم، بفهمم. موقعی که دارم کار رو ارائه میدم دیگه شعر مال حافظ سعدی نیست، این از درون من میاد بیرون، این شعر مال منه، حرف منه. وقتی من زبانی رو بهش آشنا هستم، میخوام باهاش صحبت کنم، موسیقیشو میدونم و بایست موسیقی اون کلام رو اونطوری که هست بیان بکنم تا دلنشین باشه و شنونده از موسیقی، یعنی از اون شعری که من دارم ارائه میدم چیزی بفهم. اگر خواسته باشم کلام صرفا یه ابزاری باشه برای اینکه من فقط صدامو نشون بدم یا تحریر بدم یا یه کاری تکنیکی در کار آغاز بکنم، این در این فرهنگ اعتباری نداره. همچنان که خیلی از خوانندگان که اوقات به این شیوه که گفتم کار کردن و نتوانستن ادامه بدن کار رو. موقعی یه خواننده ایرانی در بین مردم راه پیدا میکنه که شعر خوب انتخاب بکنه و بتوانه معنی شعر رو به نیوشایی شنونده برسونه، این کار بکنه که شنونده این شعر رو خیلی بهتر از اون موقع که خودش میخونه هضمش کنه و بفهمه. آقای شجریان، خارجی ها به خصوص اروپاییان درباره خیام و حافظ مطالب زیادی میدونن. البته کسانی که حرفش میدونه بیشتر و معلوم عالمی کمتر. اما در مورد موسیقی کلاسیک ایران هیچی نمیدونن. اول بفرمایید اساسا موسیقی کلاسیک ایران چیست و دوم که چرا مردم اروپا و خارج از ایران راجع به موسیقی کلاسیک ایران چیزی نمی‌دونن. موسیقی کلاسیک ایران همان 12 آوازه که به اصطلاح 7 دستگاه یا به اصطلاح من 5 دستگاه رو با گوشه ها و مقام ها و تکایی که داره، این جزء ردیف کلاسیک آواز ایران، مثل راس پنجگاه، نوا، ماهور، همایون، بیات اصفهان، سه‌گاه، ابو عطا، افشاری، بیات ترک، شور و چندین مقام کوچک و بزرگ دیگر که شناسای اینا هم حتی برای ایرانیان هم که کار کلاسیک نکردن مشکله. مثلا اگه من بیات ترک بخونم نمیدونن بیات ترکه، میپرسن این چیه، خیلی ها نمیدونن. لازمش اینه که کار کلاسیک بکنن و کار کلاسیک مدرن داشته باشن تا بتونن موسیقی ما رو، کار کلاسیک رو بشناسن. این که میفهمید که اروپاییان حافظ و خیام رو باش آشنا هستن، با موسیقی ما آشنا نیستن. خب حافظ و خیام 700-800 سالی که کتابهاشون هست و مستشرقین که در ایران برای شناسایی فرهنگ ایران کوششی کردن، این دو شاعر بزرگ رو و این تو عارف و فیلسوف رو به دنبالش بودن و شناسایی کردن تا یک مقداری. خیام رو بیشتر از حافظ اروپاییان میشناسن از نظر دیدگاه زندگی با خیام، چون هماهنگی دارن خیام رو خوب میشناسن، اما حافظ رو خیلی کم اروپاییان میتونن بشناسن، مگر کسانی که سالها در این فرهنگ زندگی کردن با آداب و رسوم و با موسیقی و با شعر این سرزمین سالها زندگی کردن، بتوانم به طور خیلی جسته گریخته بعضی از ابیات حافظ رو بتونم درک کنم، بشناسم. میشه دیدگاه حافظ رو تشخیص داد، اما شعر حافظ رو، شناسایی شعر حافظ رو، تفسیر شعر حافظ رو از نظر ظاهر کلام و باطنش خیلی مشکلی که اروپاییان بتونن بهش راه پیدا بکنن. این که میفرمایید که اروپاییان با موسیقی ما آشنایی ندارن، پس یقین بدین حافظ هم نمیتونن بشناسن، چون ارزش حافظ به موسیقیشه، چون موسیقی بیانگر معناست. آقای شجریان، سوال من این بودش که راجع به خیام یا حافظ مقدار میدونم، اما راجع به موسیقی کلاسیک ایران اصلا نمیدونم. علتش چیه؟
علل زیادی داره. یکی این که موسیقی ما به علت این که از بعد از اسلام یه مقداری تحریم شد. حالا چرا تحریم شد؟ کی تحریم شد؟ ما بحثی سر این موضوع نداریم. این موضوع باعث شد که کمتر استعدادها به طرف موسیقی بیان و اگر هم جستی گریخته موسیقی در بین خانواده ها یا در بین بعضی خاندان ها بود، در بین خودشون بود و کمتر تو مردم را پیدا کرد. بعضی موسیقی هم که تو مردم را پیدا کرده بود گاهی اوقات به علت اینکه تحریم بود به ابتذال هم کشیده می شد و سر از مجالس خصوصی و به شیوه هایی که در خور این فرهنگ نیست استفاده هایی از این موسیقی می شد. رو موسیقی ما کمتر کار شد به علت اینکه در اجتماع چون مذهب همیشه حاکم بود کمتر این موسیقی توانست رشد بکنه. این 45 سال اخیر که یک مقدار موسیقی آزادتر شده بود، این اواخر سال آخر که ما دیدیم این موسیقی بیشتر جنبه ابتذالش به چشم میخورد و جوانها سراغ یه موسیقی رفته بودن که اصلا مربوط به فرهنگ خودشون نبود. موسیقی ایران هم نتوانست مثل حافظ، مثل خیام در اروپایان راه پیدا بکنه چون نرفت موسیقی در اونجا و یک هنرمندی که کارش بلد باشه با یک ارکستر حساب شده با آهنگ های حساب شده هیچ وقت سفر نکردن برن در اروپا، امریکا، در جاهایی بتونن کار عرضه بکنن و به طور کلاسیک این موسیقی رو بشنسن. دیگه اینکه موسیقی این موسیقی ایران زمین شناختش از این جهت مشکلی که فوق العاده این موسیقی عمیقه و احتیاج به تمرکز و تفکر داره تا یکی بتونه موسیقی بشناسه. با موسیقی و کسانی که سهل پسند در باره موسیقی و میخوان موسیقی ریتم داشته باشه، دائم تنوع داشته باشه، این رو کمتر میتونن در موسیقی ایران پیدا بکنن به خاطر اینکه اون موسیقی که ریتم داره، تحرک داره، به علت تحریم هایی که شده کمتر به چشم میخوره. اینه که اروپاییان موسیقی این نوع موسیقی رو کمتر در این سرزمین دیدن. اون موسیقی هم که مربوط به زبان حافظ و سعدی است سر ازش در نمیاره به خاطر عمقی که داره. آقای شجریان، میشه موسیقی ایران رو با موسیقی اروپا مقایسه یا تطابق داد؟ این لازمش اینه که من موسیقی اروپا رو خوب بشناسم تا بتونم مطابقت کنم موسیقی خودم با اروپا. من موسیقی خودم رو تا یک مقدار میشناسم اما موسیقی اروپا رو شناسایی آنچنانی ندارم. هرچند که من صفات کلاسیک رو زیاد گوش میدم، بعضی موسیقی های رو برام دلنشینه و گوش میدم و علاقه بهش دارم، اما تحقیقی نکردم که بتونم مطابقتی بکنم. ولی اون چیزی که من میدونم موسیقی ما ارزشش به جملات، یعنی موسیقی ما ملودیکه، ملودی داره، جمله داره و با جمله پردازی ادامه پیدا میکنه. جملاتی که قبل و بعد میان در رابطه منطقی با هم هستن، اوج و فرود هایی که داره، پاساژ هایی که داره، اینها همه در رابطه با جمله است. ولی موسیقی اروپا میدونم که تونیکه، بر اساس تون و مایه ها حرکت میکنه و بیشتر با نوت و پاساژ ها و تون ها حرکت میکنه و موسیقی ما با جمله حرکت میکنه، ارزشش به جمله است. آقای شجریان، لطف کنید بفرمایید که در مورد ساخته های خودتون به عنوان هنرمند سعی میکنید سلیقه های مردم رو در نظر بگیرید یا اینکه شما به مردم میگویید که چه چیزی رو گوش کنن و چه نوع سلیقه‌ای داشته باشن؟ یعنی بهتر بگم شما اون چیزی که مردم میخوان اجرا میکنید یا شما برای مردم خط میشون؟ اینجا دو موضوع هست. یه وقت هستش که یک خواننده در روی صحنه ترانه درخواستی ارائه میده، یا اینکه مردم یه برنامه ازش میخوان اون برنامه ارائه میده، یا اینکه میبینه اجتماعش چی میخوان اون برنامه ارائه میده. این کار پسندیده یه هنرمند نیست. یه هنرمند بایستی از یک دید خاصی به اجتماعش نگاه کنه و به هنرش نگاه بکنه و دیدگاهی
جز انسانسازی و انسانیت نداشته باشه. هنری که در جهت انسانسازی و انسانیت قرار میگیره بایستی نژاده و اصیل باشه. نهاد مردم هم که در رابطه با نژادگی و اصالتشون هست، اگر هم زبانی خیلی کم از نژادگی به دور بیفتن، باز نهادشون به دنبال نژادگی و اصالتشون هست. هنرمندانی که به دنبال نژادگی و اصالت هستن، کارهایی که بر اساس اصالت انجام میدن، این در رابطه با نهاد مردم و مطابق سلیقه مردمه. یعنی اون چرا که میخونن نهاد مردم میپذیره. من از این دید همیشه به هنر نگاه کردم. هنری باشه که در جهت حقیقت حرکت بکنه و راست باشه، در جهت راستی باشه و از بیانگر زیبایی های زیست و زندگانی و فرهنگ و ادبیات سرزمین باشه. راجع به حقیقت و اصالت در موسیقی که الان فرمودید میشه بیشتر توضیح بدید؟ یه خواننده موقعی که شعر رو انتخاب میکنه، این اشعار بیانگر حالات روحی خودش و اجتماعشه. این بایستی کلامی انتخاب بکنه، اشعاری انتخاب بکنه که انسانیت رو به جهت کمال ببره. یعنی دیدگاه مردم سازی و انسان سازی داشته باشه. و جز راست نخواسته باشه به مردم بگه. فرهنگ رفتار خودش، زندگی خودش جز راست و درست نباشه. اگر ریاکار باشه، این در هنرش نمایان کاملا 100%. چون هنر تراوش شخصیت از کوزه همان برون تراوت که در اوست. جز تراوش شخصیت نیست هنر. یه هنرمند اگر دروغگو باشه، زندگیش با دروغ بگذاره، یقین در هنرش هم تظاهر میکنه. یه هنرمندی که خودنما هست دائم تکنیک ارائه میده. هنرمندی که میخواد انسان رو در جهت کمالش پیش ببره، این باید اول خودش گوهر آدمی داشته باشه و بر اساس همون دیدگاهی که داره خودش حرکت بکنه. یعنی در جهت کمال انسانی حرکت بکنه تا نفوذ کلام داشته باشه و در دل مردم اثر بکنه. اگه غیر از این باشه نمیتونه در دل مردم راه پیدا بکنه. تکنیک تا یک مقداری مؤثر هست. هزار نکته در این کار وارد دلداری است. حافظ میگه که جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال. هزار نکته در این کار وارد دلداری است. بعد میگه که لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. اون لطیفه نهانی مربوط به گوهر، پویش گوهر و رهگذاری است که ژن و گوهر اون از سرچشمه زمان تا به الان داشته و در خانواده ای که بوده، در فراگردی که از اینا همه مؤثر در کار هنری که آدم ارائه میده. الا کار هنری مربوط به تکنیک و سبک و شیوه که از کلاس آدم یاد میگیره تنها اون نیست. متشکرم. آقای شجریان، پیشنهاد شما برای شناسایی موسیقی ایرانی در دنیا چیست؟ میشه از دو جنبه بررسی کرد موضوع. یکی این که ما به موسیقیمون رنگ موسیقی اروپا بدیم. همچنان که این چندین ساله کارهایی که با ارکسترهای بزرگ شده از اون طریق کارهایی بکنیم تا اروپا موسیقی ما رو بهش توجه بکنه و علاقمند بشه. نمونهش میگم، من در یکی از برنامه‌های گل‌ها که داشتم در رادیو که موفق هم بوده، برنامه‌ای است در ماهور به نام پر کن پیاله را که شعر نوعی از آقای فریدون مشیریه، فریدون شهبازیان آهنگ این گذاشت و به شیوه کارهای فرنگی روی این آهنگ گذاشته و ارکستر به اون شیوه برنامه اجرا کرده. این خیلی موفق بوده. من دیدم که اروپاییان اغلب که این برنامه رو گوش میدن بهش توجه میکنن. اما این از اصالت موسیقی ما به دوره. گفتیم یا این که ما بایستی رنگ موسیقی اروپا و موسیقی ما بدیم تا اونا بفهمن، یا این که کسانی که میخوان موسیقی ما رو بشناسن باید بیان در داخل ما، یعنی بیان در مملکت ما با ما زندگی کنن و تمرکز داشته باشن رو موسیقی ما و بتوانن
در اثر تمرکز و کانونمندی و خاطراتی که از این سرزمین خواهند داشت تا یه مقداری موسیقی بشناسن. ولا جوری دیگه پیشنهاد دیگه نظر شخصی من اینه که من پیشنهاد دیگه ندارم برای موسیقی. فکر میکنین شما نوت ها و علائم موسیقی اروپایی برای نشون دادن حالات و احوال موسیقی ایرانی کافی است یا خیلی؟ کافی نیست، اما تا به حال خیلی کمک کرده و اگر میخوایم موسیقی ایرانی رو طبق پنج خط حامل یا نوت هایی که الان در جهان مرسوم هست بر اون اساس ما آوا نویسی کنیم بنویسیم، حتما بایستی برای حالات و علائم موسیقی خودمون و فواصل و پرده هایی که گاهی اوقات خیلی ظریف روی پرده ساز اینها بیان میشه، این علائم رو بایستی یه علائم خاصی براش داشته باشیم و الا 100% بنگر حالات موسیقی ما نیست این نوت. بفرمایید که بعضی از ریتم‌های موسیقی مورد علاقه مردمه و ازش استقبال میکنن و بعضی ها زیاد مورد علاقه مردم واقع نمیشه. فکر میکنید چه عاملی باعث این تفاوت؟ منظورتون ریتم یا مایه ها و دستگاه هاست؟ در مجموع یک نوع موسیقی. خب این مربوط به حال و هوای اقلیمی میشه و عاداتی که هر سرزمین و مردم هر سرزمین دارن. فرض کنیم که در قسمت کردستان و لرستان ما میبینیم که بیشتر به ماهور، به دستگاه ماهور توجه دارن. در دشتستان و تنگستان و اون طرف ها، در قسمت هایی که دشت هست بیشتر به دشتی و گامشور توجه دارن. این مربوط به عاداتیست که مردم هر سرزمین دارن و موسیقی کرد میبینیم که سراسر همراه با ریتمه، چون نوع زندگی کرد حرکته و ریتم داره، موسیقیش ریتم داره. ولی در موسیقی بعضی موسیقی‌های خانقاهی که حالت سماع میخوان داشته باشن ریتم داره، ولی بعضی موسیقی‌هایی که تمرکز میخواد داشته باشه این ریتم نداره. این بیشتر موسیقی است آرام که در اون آرامش هست که انسان رو به تمرکز میبره و سازندگی در همون تمرکز هست و شناخت در تمرکز انجام میشه و اون ارزشی که موسیقی ما داره در تمرکزش. آقای شجریان، آیا شما به جز خوانندگی در رشته های دیگه موسیقی هم کار میکنید و فعالیت دارید؟ این مدار در آهنگسازی کار میکنم و بیشتر کار تحقیق دارم، تحقیق رو ردیف ها و اینکه در آینده هنرجویان بتوانم راحت تر به ردیف دست پیدا کنم و موسیقی رو بشناسن و حتی مردم عادی راحت تر بتونن دستگاه ها رو و موسیقی ها و مایه ها رو بشناسن، مقام ها رو بشناسن و اینقدر احتیاج داشته باشن که گرفتار این ردیفی که الان متاسفانه همه فکر میکنن که تنها موسیقی ما همین ردیف هست گرفتار این نباشن و این الگویی هست، اما تکرار در این زیاد داره، اضافات در این زیاد داره، اون جملات اصلی که بیانگر حالات اون گوشه هست این تا به حال کمتر نمایش داده شده و شناخته شده. باید این رو شناسایی کرد و توسط نوار و یادداشت‌ها اینها رو برای آینده باقی گذاشت. یکی از کارهایی که من دارم میکنم و میخوام بکنم تحقیقی برای اینه که ردیف مختصر و پیشنهادی برای اینکه چگونه آدم میتونه به ردیف اضافه بکنه و به جملات اضافه بکنه و از طریق گسترش جمله بتونه موسیقی رو پیش ببره. شما سازی هم میزنین آقای شجریان؟ من ساز فقط برای که آشنایی داشته باشم و راهنمای من باشه در کارهای آهنگسازی و مرکب‌خوانی که میکنم. چرا؟ سال هاست، شاید بگم 24-5 سالی که با سنتور آشنایی دارم، منتها جایی هیچ وقت ساز نزدم و نمیزنم، فقط برای خودم هست که آشنا باشم. شما با تجربه گرانبهایی که طی این سالها فعالیت به دست آوردید، آیا کلاس یا جایی دارید که هنر جو داشته باشید و شاگردای جدید رو پرورش بدید؟ چندین کلاس داشتم تا به حال و چندین شاگردم
شاگرد زیادی هم بودن در کلاس، منتها بعضیا شاگرد نبودن، چون شاگردی هنره، بتونن شاگردی بکنن اون وقت میتونن به کمال این کار برسن. و وسط های راه هر کدوم به یه طریقی از راه باز میموندن، ولی یک هفشت انقری هستن که از شد بگم سالهای پیش که 10-12 سال میشه پیش من کار کردن، اینها خوشبختانه جز شاگردانی هستن که خوب کار کردن، خوب اومدن جلو، با عشق و پشت کار این کار رو ادامه دادن و الان هم دوره عالی رو دارن میگذرونن که همون شیوه غزلخوانی و استفاده از شعر، چگونه با شعر کار بکنن، تهیه کنندگی یه برنامه آواز و مرکب خوانی. این نوع کلاس تا به حال توی این چندین ساله که من تحقیق میکردم و کار میکردم نبوده. در این کار رو من دارم میکنم و فکر میکنم که نتیجه خوبی هم داشته باشه و تو سال در سالهای آینده یک دو سه نفرشون هستن که میتونن کارهای خوب ارائه بدن. شما با امید موفقیت بیشتر برای شما از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین ازتون تشکر می‌کنم. سپاسگزارم. خیلی ممنون.